در جریان اتفاقاتی که داره برای جامعه میافته و همه ما سوگوار این مسائل هستیم در جامعه و هممون داریم به نوعی که میتونیم قدمی براش برمیداریم و کاری میکنیم و همدیگر رو تنها نمیذاریم. حواسمون باشه این وسط به دو گروه که میتونن یک کمی آسیب پذیرتر باشن. گروه کودکان که ذهنشون این همه فشار رو شاید نتونه تجربه کنه. براشون به زبان ساده توضیح بدیم که چی شده و چه اتفاقی داره میفته. فکر نکنیم بچه‌ها متوجه نمیشن. براشون توضیح بدیم تا احساس امنیت بکنن. ولی به زبان ساده. زبانی که بتونن بفهمن و نگرانیشون رو بیشتر نکنیم. اما درکشون رو بالا ببریم. گروه دیگه افرادی هستن که بیماری های روانی دارن یا دارن تجربه میکنن یا اینکه بیماری های جسمانی خیلی شدیدی دارن. اونهایی که افسردگی های خیلی شدید دارن یا اضطراب های خیلی شدید دارن یا دچار پنیک اتاک های مداوم دارن میشن، خواهش میکنم خودتون مسئولانه مراقبت کنید از خودتون و راههایی رو پیدا کنید که بتونید سلامت روانتون رو هم حفظ بکنید.